حضور شما نشاط و امیدی رو که ایجاد کرده برای کل جامعه واقعا موجب خوشحالی است. والا بعد دو سال که نه، من یک سال یکی تو آزمایشگاه فعالیت دارم، برای همین یک سالی هی میرم و میام، ولی کلاسا که حضوری شده حس غریبی داره، یعنی بعد یه مدت مدید که این همه بچه ها اومدن تو آزمایش توی دانشگاه، کلا حس عجیبی داره، همه خاطرات گذشته ها یه جوری داره مرور میشه. چیزی که واضحه اینه که کشور ما نظر صنعتی بودن از سایر کشورها عقب تره و زمینه پیشرفت برای مهندس نیستش، چرا که تولید نداریم، صنایعمون داغونه. انتظاری که میشه داشت اینه که به هر حال از ایده ها حالا همه مهندس ها که هستن استفاده بکنن و واسه پیشرفت بشن، حالا همه زمین ها مثلا خودروسازی ما از هیچ مهندس استفاده نمی کنن، همه شون چیزهای گذشته رو استفاده دارن میکنن و به همین صورتی که هست و هیچ عملا بازدهی نداره. این همه ما داریم مهندس هر سال پرورش میدیم، هیچ بازدهی نداره. ما تو این دو سال تقریبا میشد گفتش که هم دور از دانشگاه بودیم، هم دور از استادامون بودیم، هم دور از دوستامون بودیم. همین که حداقل برگشتیم دور هم دیگه، دوستامون میبینیم، استادامون میبینیم و در کنار هم درس میخونیم، خب خیلی حس بهتریه تا اینکه خب اصلا دیگه دور بودیم و اصلا دیگه خبری نداشتیم. به عنوان دانشجو به نظرتون ما میتونیم آموزش ترکیبی رو در ادامه راه ادامه بدیم یا خیر؟ تو بعضی حوزه ها میشه، ولی خب مثلا من خودم حضوری رو خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی مثلا توی رشته ما میتونه یه بخشش غیر حضوری هم بشه. در 97 برق هستم، گرایش کنترل. ما طبق در واقع برنامه ریزی که از سال گذشته کرده بودیم که در ابتدای ترم بهمن بازگشایی کنیم و به جهت اوج گرفتن بیماری اومیکرون به تأخیر افتاد، از 20 فروردین طبق همون برنامه از دورهای کارشناسی شروع کردیم. اعتقادمون این بود که آموزش در دوره کارشناسی اساس و مبنا هست، بهتره که در واقع این کار به صورت پلکانی و تدریجی انجام بشه و از دوره کارشناسی. بنابراین ابتدا هم از بچهای 99 شروع کردیم که تا حالا دانشگاه رو ندیده بودن، یعنی قریب به 3.5 ترم به صورت مجازی اینها آموزش دیده بودن، از اینها شروع کردیم. امروز تو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس برق و کامپیوتر که حدوداً 150 تا اونم حدود مثلا 70 اندی 80 تا دانشجو ورودی 99 بودن در خدمتشون هستیم. بسیار همه خوشحالن، همه در واقع اظهار رضایت میکنن، چه همکاران هیئت علمی چه همکاران غیر هیئت علمی، چه دانشجوهای محیط، در واقع دوباره شور و نشاط و در واقع یک حال و هوای خیلی خوبی رو به دانشگاه آورده. دانشکده یه مهندسی برق. این دانشکده تا کنون دوره های مشترک خود رفت با دانشگاه هانوفر آلمان و مهندسی پزشکی و دانشکده مهندسی برق الکترونیک خود رفت پاتون دوبار یکی از گروه های آموزشی پرورش دانشجویانی که آگاهی لازم را در موضوعات مربوط به رشته خود داشته و در مقطع کارشناسی ارشد
والا من دانشجو برقم خواجه نصیر 99 اومدیم دانشگاه هم که همین امروز تازه دیدیم دیگه دیروز دیدیم آره پیروز دیدیم پیروز دیدیم والا خب سخته دیگه دیگه یه خورده هم فکری کمتر میشه تقلب میکردین تو دوران آموزش مجازی نه این حرفا چیه زشته اصلا آزادی بیان خیلی مهمه برای ما دانشجوها خب اینکه بتونیم واقعا نظراتمون رو بیان کنیم نه اینکه مثلا سرکوب شیم با چیزایی که حالا تو اخبار هست دیگه دانشجوها حالا نمیدونم میتونم بگم داره یا نه ولی حالا مثلا میان مثلا سرکوب هر کی یه حرف میزنه مثلا یه ارگانی میاد سرکوب میکنه تشو اینا خب مثلا این اتفاق به نظرم قشنگ نیستش دیگه نظرم این رفت بشه این تنها چیزیه که من الان حس میکنم که نیازه تو این جامعه یه خواسته دیگه هم داریم که صدامون حداقل شنیده شه به عنوان یه دانشجو بتونیم حرفامون رو راحت بزنیم ناراحت بودم از اینکه سالها تو این دانشگاه بودم این خواهد بود تقریبا اواسط اسفند بود در ترم دوم بودیم که این قضیه کرونا پیش اومد و بعدش دانشگاه به این مدت تعطیل شد ولی ما از بهمن ماه تونستیم به خوابگاه بیایم آزمایشگاه حضور داشته باشیم ولی خب الان دیگه خوشحال هستیم که همه بچه هم دارن کم کم میان دانشگاه و همه رو از نزدیک داریم میبینیم بزرگترین تفاوتی که توی این بازگشتتون دارید میبینید با قبل از کرونا چی هست؟ اون شور و نشاطی که تو دانشگاه بود زمانی که دانشجو حضور داشتن فضای رقابتی که وجود داشت اون تعامل زیادی که با استادا داشتیم و میتونستیم از حضورشون استفاده بکنیم قدر حضوری رو بدونیم قدر اینو بدونیم که ما در حضوری میتونیم خیلی بیشتر از این پتانسیل‌های دانشجوها همکاری بین دانشجو استفاده بکنیم میتونیم سریعتر پروسه‌های آموزشی رو طی بکنیم آموزش مجازی با توجه به راحتی که داشت اما این نکته رو به ما گفت که دانشجو تا زمانی که در کنار هم نباشن و فضای تعاملی کلاس وجود نداشته باشه نمیتونن اون بازدهی کامل خودشون از فضای آموزشی و حضور اساتید در دانشگاه‌ها بگیرن ولی خب خواسته‌ای که ما داریم اینه که بیشتر نسل جوان دیده بشه این بچه‌هایی که الان دارن تحصیلات میکنن بتونن سریعتر جذب بازار کار بشن روند حضور سند در دانشگاه‌ها بیشتر بشه و بتونیم تزهایی که مطرح میشه بیشتر اون به قولی مشکلات کلی جامعه رو بتونه حل بکنه و ما بتونیم در این فضا کار بکنیم حالا دانشجوی برق هستم من دیگه حالا مخابرات رفتیم دیگه ترم 6م کارشناسی ورودی 98م ولی خب برای 99 یا دارن میگیرن ما دیگه همه مراسم ما رو گرفتیم ما هم بودیم ما یه ترم دیدیم ولی خب تا شما اون یه ترم فعلا داریم میبینی که چه خبره تا بیا یاد بگیریم دیگه مجازی شد حالا خیلی بد نبود و ما خودمون علاقه داریم که حضوری شه دانشگاه ولی خب یه فضای بدی هم به وجود میاد دیگه چون یه استادا معمولا یه انتظاراتی از دانشجو دارن یه انتظار متقابلی هم منتها هست اینکه یک ترسی که وجود داره مثلا الان اینه که ما قراره که امتحان حضوری بشه خب شما میدونید قبل اینکه مجازی بشه سطح امتحانات فرق داشت متاسفانه حالا یه همراهی هایی هست یه همکاری هایی هست سر امتحانا اینه که این استاد سخت‌تر میگیرن که بچه‌ها مثلا سخت‌تر بتونن امتحان رو پاس کنن متاسفانه من احساس میکنم ما برگردیم به دوران حضوری این سطح امتحانا باقی بمونه تقلب هم میکردی؟ تقلب نه حقیقت میرسوندم یه بار رسوندم خیلی زخم خوردم ولی بازم رسوندم